داستانی که یکی از دوستانم به نام سید بهزاد یوسفی برام تعریف کرد چند وقتیه که منو به پارک ملی کویر کشونده. سید بهزاد یوسفی از علاقمندان به طبیعت و حیات وحشه. اون تونسته تصویری رو ثبت کنه که در حیات وحش ایران بسیار تاثیرگذار بوده. سال 73 جوانتر بود و آقای میرانزاده رئیس وقت پارک ملی کویر تو اون سفر همراهش بود. البته هنوز شوق طبیعت تو سرشه و سرشار از انرژیه. شروع کردم به دوربین کشیدن. یه وقت پای یک صخره‌ای من دیدم دو تا چیه سفید به یه حالتی هستن که حسم گفت این حیوان جانداره. من این منطقه گوجی رو در نظر گرفتم که بیام رو بالا که بادو ببریم. آرام آرام از بغل یه بوته سرم در آوردم، دیدم بله، گفتم نکنه دیگه وصال نده. یک عکس و یه مقدارم فیلم از همون فاصله گرفتم. این اولی جایی بود که تصویر رو با چند تا عکس از این زاویه گرفتیم. هنوزم فاصله زیاده و این تصاویر چیزی رو اثبات نمی کنه. بنابراین یوسفی باید جلوتر بره. یه بخشی هست، گفتم اینجا رو اگه ما سرپار رفتیم ما رو می بینن. اینجا رو ناچاریم اگه بمان اجازه بده نشسته، اگه نشه سینه خیز باید بایی تجهیزات بریم. وقتی رسیدیم جایی که دیگه آخرین نقطه بود، یه جای سنگی بود. با دست چپ لبه صخره خودم رو نگه داشته بودم، با دست راستم هم که آزاد بود دوربین فیلم برداری، آهسته آهسته آمدم بالا و اولین صحنه رو تو اون فاصله من تو ویزور دوربینی داره دیدم. و این تصویر سریع ترین گربه آسیا یعنی یوز پلنگ آسیایی رو از وضعیت مبهم انقراض خارج کرد. تو یکی از این جابجایی‌ها که دوربین رو دادم به فیلمبرداری، دادم به آقای میرانزاده چون یه دستی کار میکردم، دوربین عکاسی ازشون گرفتم، چند تا عکس انداختم. تو جابجایی دوربین نره رفت، گفتم ایجاد صدا بکنیم که حرکت کنه. تو حرکت یه فیلم ازش بگیریم، فکر نکنن یه چیزی ماکتی درست کردیم اونجا و نگردیم جوز پلنگه. خلاصه اول یه چند تا سوت زدم و بعد جوز ترسلا کنم که یه مرتبه مادم بلند شد سر دست و فرار رو به سمت چپ با اون دوم بلندش و با اون حتش خلاصه زد یه 50-60 متری برابر ما حرکت کرد و پناه شد. ارزش این تصاویر به این دلیل بود که از سال 56 تا اون روز هیچ سند معتبری از حضور یوز در آسیا ثبت نشده بود و خیلی ها فکر میکردن که یوز هم مثل شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شده. من فتح‌الله امیری مستندساز حیات وحش هستم. شنیدن داستان یوسفی منو به اینجا کشوند تا هر طور شده دوباره بعد از 17 سال از یوز پلنگ آسیایی تو این منطقه فیلم بگیرم. یوز پلنگی که تو آسیا فقط تو ایران منقرض نشده، شاید دیگه باید بهش گفت یوز ایرانی. چند روزی که اینجا هستم دنبال این که بتونیم به صورت دورنکشی یا گشت یا خیلی اتفاقی تو یوز پلنگی ببینیم. متاسفانه هنوز خبری نیست. پارک ملی کویر تو مرکز ایران و جنوب شهرهای گرمسار و ورامینه که بزرگترین پارک ملی ایران محسوب میشه. وسعتش تقریباً 420 هزار هکتاره، یعنی پهنهی به وسعت کشور سوئیس. این کاروانسرای شاه عباس صفوی معروف به قصر بهرام، یکی از معماری های زیبای ایرانیه که تو وسط کویره. سه سرمویدبانی از تنوع زیستی این پهنه وسیع حفاظت می کنن. سرمویدبانی قصر بهرام در شمال غرب، سرمویدبانی سفیداب در جنوب و سرمویدبانی ملک‌آباد در شرق پارک. چند مانع طبیعی هم ورود به پارک رو مشکل کردن. از جمله دریاچه نمک، کویر بزرگ ریگ جن، و باطلاق سنگ فرش. همه و همه دست به دست هم دادن تا اینجا از زمان شاه عباس صفوی بکر و دست نخورده بمونه. اینجا سرمویدبانی قصر بهرامه، اصلی ترین سرمویدبانی پارک.
تو این چند وقتی که میام پارک مامورای اینجا خیلی کمکم کردن. محیط‌بانا بهترین راهنما برای پیدا کردن یوز پلنگ محسوب میشن. تو هر سفر اونا منو همراهی میکنن که اولا تو پارک گم نشم و دوم این که بتونم یوز پلنگ ها رو پیدا کنم. گردنه رو که سرازیر بشیم احتمال داره قوچومیش ببینیم. گشت تو طبیعت بسیار لذت بخشه. هر وقت تو طبیعت قدم میزنی باید منتظر دیدن صحنه های ناب باشی. این پارک میریم هما داره. آره نگاه کن یه استخون پاشی دیدی؟ استخون این پره های زیر شکمش چیه؟ اصلا فکر نمی کردم پارک ملی کویر هما هم داشته باشه، چون معمولا هما تو مناطق کوهستانی مرتفع دیده میشه. دخالت در قانون طبیعت جایز نیست، هرچند دلخراش باشه. خفش نکنه نمیخوره. نه دیگه، چون خطرناکه. سنگچشم خیلی پرنده قویه. اصلا فکر نمیکردم تیرمار بتونه سنگچشم اینجوری بخوره. اینا عقب نیشن. عقب نیشا سمی هن، ولی فنگشون خیلی عقبه، برای همه قدرت تزریق سمشون پایینه. دیدی چقدر نگذت بهش؟ خیلی وقتا مارا تو این درگیری ها میمیرن خودشون، ولی الان کامل فک رو باز کرد، سینهش رو گاز گرفت، نیشه تزریق شد، در جا مرد. نگاه کن به نظرم مردی. بیا شل کرد. بهترین کاری که میشه بکنیم اینکه بریم حداقل کل و بزرگتون رو بیان آب بخورن. اما با این روش امکان دیدن یوز خیلی کمه و مهمتر این که نمیشه به حیوانات نزدیک شد، بنابراین تغییر روش میدیم. نیما عسکری خبره کومه زدن و استتار تو طبیعته. اون کارشناس محیط زیسته و یکی از تصویربردارای خوب حیات وحش ایرانه. من و نیما تصمیم گرفتیم با بنا کردن کومه‌های استتار تو جاهایی که احتمال حضور یوز وجود داره از یوز پلنگ فیلم بگیریم. سعی می‌کنیم که همه زیستگاه‌های پارک رو پوشش بدیم. از اون برم بیان داریمشون. که یعنی هر سه تا چشمه رو داشته باشیم؟ هر سه جهت رو داشته باشیم.
یک دو سه. دایش اون برو بده به درخت. کسی بده به درخت. چشمه هم که اونجاست دیگه، یوز هم بخواد بیاد یا از اونوری همون بر میره سر چشمه. فقط اگر پلنگی اومد لازم هر کومه چند هفته توی محل بمونه که بوی محیط رو بگیره و حیوانا به کومه ها عادت کنن. ما چند تا دوربین تله‌ای هم آوردیم که تو این مدت کار میذاریم تا شانسمون رو برای گرفتن از یوز بیشتر کنیم. خب ببین از این ورم بیاد از این ورم بیاد در هر دو مسیر ما داریمش. دوربین تله‌ای نیاز به تصویربردار نداره و هر جنبنده‌ای که از جلوش رد شه حسگراش فعال میشن و شروع میکنه به تصویربرداری. توش کادر ببینیم. بذار رکورد. این کادرش خوبه. کامل تو دره رو داره. یه ذره آسمون هم داشته باشه. این خوبه. آره آره خوبه. فقط یه ذره باید استیبلش بکنیم. بلندش کنیم. امیدوارم از یه دونه یوزپلنگ با 4 تا توله فیلم بگیری. دیدن گله‌های زیادی از قوچ و میش، جبیر و کل و بز بسیار امیدوار کننده است و نشون میده اینجا طعمه برای یوز زیاده. اما چیز دیگه که به ذهن من میرسه اینه که نکنه تعداد گوشتخارای پارک کمه که تعداد علفخارا اینقدر زیاد شده. اول چشاش اومد؟ خیلی خوبه. در بو میکشه نکن. در بو میکشه برفا رو برفا برفا چقدر بزرگه. کاراکل خوب داریم ما. سه ما دوربین اونجا بود. نه حالا اون برای جای دیگه هم جای دیگه هم کاراکل میاد دیدیم. بله خیلی خوب. او برگه چون روز اومد اگر اینجور که معلومه رقبای یوز مثل گرگ و کفتار و پلنگ همه تو پارک هستن. راستشو بخواین جلو محیط‌بانا به رو خودم نیاوردم، ولی فکر نمی کردم پارک ملی کویر پلنگم داشته باشه. باریکه تصویر.
کوربستان نشیرده. آه یوزه نگاه کن. کوشش معلومه. صبح خیلی زوده. ساعتش که ساعت 5 خورده. اینم از اولین تصویر یوزپلنگ ایرانی ما. زیاد واضح نیست اما شروع خوبیه بعد از این همه تلاش. بالاخره دوربینای پروژه یوز جمع‌آوری شد. بیشتر عکس‌ها متعلق به علف‌خارایی مثل کل و بز و قوچ و میش بود. البته از سایر گونه‌ها هم تصاویر متعددی ثبت شده. از جمله روباه شنی، کاراکال، گرگ و خیلی گونه‌های دیگه. اما ثبت تصویری عجیب همه رو شگفت‌زده کرد و اونم حضور پلنگ زیبای ایرانی در دشت صاف بود. کمتر جایی پیدا میشه که پلنگ کوهنشین و جبیر دشتی زیستگاه مشترکی داشته باشن. و اما خوشحال کننده ترین خبر، بیش از 20 عکس از نادرترین و سریع‌ترین گربه‌سان آسیا یعنی یوز ایرانی ثبت شده. سوال اصلی اینه که این عکس‌ها متعلق به چند تا یوز هستن؟ امیدوارم حداقل 5 تایی باشن. به زودی کارشناسا عکس‌ها رو بر اساس شکل خال‌ها آنالیز می‌کنن. با خبر گرفته شدن تعداد زیادی عکس از یوز، منم انرژی دوباره گرفتم و به امید دیدن یوز باز هم راهی پارک ملی کویر شدم. انجمن‌های یوزپلنگ ایرانی و طرح سرزمین وظیفه آنالیز عکس‌ها رو بر عهده گرفتن. ببین عکس کجاست؟ عکس زنبوریه. بچه‌ها این زیر گلوش خونی شده، می‌بینیم؟ یه چیزی احتمال شکار کرد. اون موقعی هم که آره، مشخص نیست کاملاً چیزی. آره. این شکمش باد کرد. بعد اون موقعی هم که رفتیم دوربین چک کنیم یه لاشه گوش بالاتر بود. مشخصه. سلام. سه تا خال اینجا. نکنه این مشخصش این مشخصش این خالریزاش بود که اینجا بود. می‌بینی یک دو سه یه ردیف اینجا و این سه تا کوچیک بزرگ از زاویه‌اش با این فرق می‌کنه. ولی نکنه این سه تا خال این بالا هم هست دیگه کنار همه اینجا نکنم این دو تا می‌بینی با این یه دونه کمرنگی وسطه دیان همه فرمت باشه واسه همونه. حالا این عکس جدیده رو ببینیم. خیلی خوب شد. خیلی نشک شده. خیلی خوب شد. چقدر خوب شد. این بورم از پشت خیلی درخت جلو شد. خیلی نمار قشنگ. حالا امیدوارم که فقط این همون نباشه. یه فرد جدید اونم ماده. اگه ماده باشه که عالی میشه. عالی میشه. این خالی زبی ببینید یک دو سه چهار شش تا پنج تا مربعی کنارش اینو ببین همون پنج تا خال کنارش یک دو سه سب کن آمیان خواهی غیر از این هشته میبینی اینجا هم این داره همونه هست از این چهار پنجشه بابا ملکابل بیخیل 60 کیلومتر سیاکون فاصله اصلا فکر نمی کنم من این باشه اصلا انتظار نشم همش همون باشه همش یه دونست همش همون نرست خیلی بابا این همه وسعت این همه باورش سخته که همه ی عکس ها متعلق به یک یوز نر تنهاست اونم توی بزرگترین پارک ملی ایران و یکی از بهترین زیستگاه های یوز آرزو میکنم که کارشناسا اشتباه کرده باشن و من با همه توانم تلاش میکنم تا از یوزهای دیگه تصویر بگیرم ظاهرن تنهاست به همین خاطر اسمشو گذاشتیم تنهاوش یعنی شبیه تنها سال 1394 هیچ عکس یا فیلمی از تنهاوش ثبت نشد آرزو میکنم تنهاوش هر کجا هست به سلامت باشه و ما ایرانی ها بتونیم باقی هم نوعاشو نجات بدیم